اینجا کشور چینه و شهر شنزن یکی از عجیبترین و استرونومیزترین شهرهای جهان، شهری که از یک دهکده ماهیگیری به یکی از بزرگترین مراکز فناوری و نوآوری چین تبدیل شده. اما چه چیزی این شهر رو از بقیه شهرهای چین متمایز کرده؟ آیا این شهر واقعاً آینده فناوری چین رو تو دستان خودش داره یا این فقط یک طوفان موقتیه؟ توی این ویدیو قراره با هم ببینیم که چطور شهر شنزن از یک روستای ماهیگیری ساده به شهری تبدیل شد که حالا دنیا رو تحت تأثیر قرار داده. بیشتر از هر چیزی توی این ویدیو با هم رازهای پشت پرده شنزن رو میبینیم، چیزهایی که خیلی از مردم هم نمیدونن. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو می‌شنوید. شهر شنزن که در جنوب غربی چین و در حاشیه دریای جنوبی چین قرار داره، از اوایل دهه 1980 میلادی به عنوان یک مرکز صنعتی و تجاری رشد کرد. در اون زمان این شهر به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد و تغییرات اساسی در قوانین و اقتصاد اون به وجود اومد. این تصمیمات باعث شد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به داخل این شهر سرازیر بشن و صنعت فناوری و ارتباطات در این منطقه به طور شگفت‌انگیزی رشد کنه. شنزن چیزی فراتر از یک شهر صنعتیه. اینجا واقعاً همون جاییه که آینده فناوری شکل می‌گیره. شما در این شهر میتونید شرکت‌های بزرگ و معروفی مثل هواوی، شرکت بازیسازی تنسنت و شرکت دی جی آی رو ببینید که نه تنها چین بلکه کل جهان رو تحت تأثیر قرار دادن. هواوی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید تجهیزات مخابراتی، زیرساخت‌های آی‌تی، گوشی‌های هوشمند، محاسبات ابری و هوش مصنوعی در دنیا شناخته میشه. تنسنت هم به خاطر بازی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های محبوبی مثل ویچت در سطح جهانی مطرحه. نفوذ تنسنت در صنعت سرگرمی، تجارت الکترونیک و فناوری مالی این شرکت رو به عنوان یکی از ارکان اصلی دیجیتال چین تبدیل کرده. و اما دی جی آی یک شرکت پیشرو در صنعت پهپاد هست که شنزن رو به عنوان یک مرکز مهم برای فناوری‌های هوایی تبدیل کرده. این شرکت بزرگترین تولید کننده پهپادهای تجاری در جهانه و محصولات خودش رو به بیش از 100 کشور صادر میکنه. البته شهر شنزن رو میشه تا حدودی با شهر سیلیکون ولی آمریکا مقایسه کرد، چرا که هر دو منطقه به عنوان مراکز اصلی نوآوری و فناوری شناخته میشن. با این حال تفاوت‌ها و شباهت‌های مهمی هم بین اونها وجود داره. مثلا در سیلیکون ولی امریکا شرکت‌های پیشرویی مثل اپل، گوگل و فیسبوک که در توسعه نرم افزار و خدمات دیجیتال تمرکز دارن حضور دارن. اما شهر شنزن بیشتر به عنوان یک مرکز تولید سخت افزار شناخته میشه. این شهر به کارخانه جهان معروفه. البته شنزن بیشتر در بازارهای آسیا و کشورهای در حال توسعه تمرکز داره، ولی شرکت‌های حاضر در سیلیکون ولی آمریکا شرکت‌هایی‌ان که غالباً بازارهای جهانی رو هدف قرار میدن. شرکت‌های مختلفی در این شهر به طور مداوم در زمینه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، دوربین‌های پیشرفته، دستگاه‌های موبایل و حتی VR که همون واقعیت مجازی هست، تحقیق و توسعه دارن. اما شاید چیزی که این شهر رو بیش از همه متفاوت میکنه روحیه کارآفرینی و بیوقفه‌ای که در بین مردم این شهر مشاهده میشه. در واقع خیلی از افرادی که وارد این شهر میشن به سرعت تحت تأثیر این فرهنگ خلاق و نوآورانه قرار میگیرن. اینجا یک فضای ایدئال برای کسانی هست که میخوان در صنعت فناوری پیشرفت کنن. شنزن به طور خاص برای افرادی که در زمینه الکترونیک و طراحی محصولات نوآورانه کار می‌کنن یک پلتفرم فوق‌العاده است. اما از دل این شهر متفاوت سوال‌هایی هم مطرحه. به عنوان مثال کنترل دولت در این شهر به شدت زیاده و این موضوع همیشه موجب نگرانی ها و اعتراض هایی شده، به ویژه در زمینه های حریم خصوصی و آزادی های فردی. شنزن با چالش هایی مواجه است.
به طور کلی در کشور چین آزادی بیان و انتقاد از دولت به شدت محدوده و همین محدودیت ناشی از فشار دولت در شرکت‌ها هم اجرا میشه. دولت به صورت کامل به عملکرد شرکت‌های فناوری نظارت دارن و میخوان مطمئن بشن که عملکرد شرکت‌ها با سیاست‌های دولت همسو باشه. همونطور که اول ویدیو گفتم، این شهر تا دهه 1980 یک روستای کوچیک ماهیگیری بود و به دلیل اینکه جمعیت بومی زیادی نداشت، درهای خودش رو به روی مهاجران داخلی و خارجی باز کرد. در سال 1980 شهر شنزن به عنوان اولین منطقه اقتصادی ویژه چین معرفی شد. این موقعیت باعث شد که سرمایه گذاران زیادی به این منطقه بیان. یکی از جذابترین جنبه های شهر شنزن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی اونه. این شهر به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مهاجرنشین چین یک جامعه بسیار متنوع داره. در اینجا افراد از سراسر چین و حتی از کشورهای دیگه اومدن تا فرصت‌های شغلی جدید رو پیدا کنن. بنابراین این فرهنگ ترکیبی شنزن رو به یک مکان بسیار خاص و پر جنب و جوش تبدیل کرده. اما چیزی که شاید کمتر کسی از اون مطلع باشه، نوعی رقابت خاموش بین شرکت‌های فناوریه. در شنزن رقابت برای رسیدن به نوآوری‌های جدید و برتری در صنعت به شکل عجیبی شدیده. هر شرکت به طور مداوم در تلاشه تا یک قدم جلوتر از رقبای خودش باشه. این رقابت بی پایان میتونه یک جنبه منفی هم داشته باشه، به خصوص وقتی شرکت‌ها برای به دست آوردن داده‌ها و سرقت ایده‌ها به روش‌های مختلف اقدام می‌کنن. اما یک سوال مهم که میشه اینجا مطرحش کرد اینه که آیا شهر شنزن واقعاً طوریه که تصور میشه، یک پایگاه فناوری دائمیه، یا ممکنه روزی مثل خیلی از شهرهای دیگه به شکل یک حباب اقتصادی فرو بریزه؟ نظرات مختلفی در این مورد وجود داره. بعضی ها معتقدن که این شهر در حال ساختن آینده کاملا جدیده که در اون فناوری و نوآوری به یک بخش جداناپذیر از زندگی روزمره تبدیل میشه. به عبارتی این شهر تبدیل به یک مرکز جهانی برای فناوری های پیشرفته میشه که تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی میذاره. اما بعضی دیگه به شدت به آینده این شهر بدبین هستن و معتقدن که فشارهای اقتصادی و اجتماعی میتونن باعث فروپاشی سریع اون بشن. اما درسی که از این ویدیو میگیریم اینه که هیچ چیز در دنیا ثابت نیست. شهرها، جوامع و حتی اقتصادها به طور مداوم در حال تحول و تغییر هستند. بنابراین برای موفقیت باید همیشه در حال نوآوری و تغییر باشیم. شنزن به عنوان یک الگو نشون میده که با تصمیمات درست و نوآوری مداوم میشه از هیچ به همه چیز رسید.